سلام خیاطر دوست داشتنی، مدلی که برام فرستاده بودید و نظرسنجی کردید، رأی زیادی آورد، آموزشش رو براتون گذاشتید. برید ببینید، حتما لایک و کامنت یادتون نره. اومدیم سراغ آنالیز این مدل آستین که خیلی رأی آورده بود. خدمت رو عرض کنم که چند تا شاخصو من نیاز دارم. یکی اینکه قد آستینم دقیقاً کامله، میگیم 60 سانتی متر، این اندازه رو لازم دارم. حدوداً میگیم 12 سانتی متر. اومده روی دست، روی مشت دقیقاً اینجا رسیده، لبه‌هاش رسیده به هم. این قسمت هم که مچ کارمونه، این مچ جذب داره. حالا احتمالاً داخل مچ یا دکمه میخوره دو سه تا، یا مچش احتمالاً پارچش کشیه، بنا در صورت دستش نمیره. دیگه چی میبینم اینجا؟ یه دونه آستر که رو دستشه تا مچ. شما فکر کنید این آستین معمولی یه مچ داره، دیگه یه دونه قسمت حالت روی داره. البته این قسمتش رو این آستین نه، اما روی این آستین اصلا هیچ چیزی معلوم نیست، اما روی این آستین سمت چپ من احساس میکنم اینجا یه دونه پیلی داره. حالا خودتون ها عکسشو واضح ببینید، من احساس میکنم یه دونه پیلی یا دو تا اینجا داره. لزومی هم نداره، آخه زیاد هم تأثیر توی کارمون نداره، چون به اندازه کافی این آستین همینجوری باز هست. دیگه پیلی هم بدید دیگه خیلی باز میشه، قشنگ میریزه. حالا در نهایت ما همه جزئیاتش رو توضیح میدیم دیگه. 12 سانتی متر ارتفاع این قسمت تاجشه، یه دونه آستر توری زیر داره، مچش مچ 10-12 سانتی متریه و بقیه کاراش. بریم سراغ الگوسازیش روی کاغذ. خب یه آستین معمولی نیاز داشتم که خوردش کمترین حالت ممکن باشه. میبرم روی دوله بسته کاغذ. یه مقداری گفته بودم حدود 10-12 سانتی متر برای مچش باید کم کنیم. این از مچش. البته از همون اول بیسی که انتخاب میکنید مچش کیپ باشه. توی عکسی که میبینید مچ کیپه، حالا بالاش کار شده و اینه خود مچ کیپه. اینو من میام از اینجا برش میدم. خب دقیقا این شد مچ. این مچ رو میذارم کنار، یه دلار ازش میخوایم دیگه برای مچ. دیگه با این کاری نداریم. اگر خواستیم میتونیم بهش یه مقدار اضافه تر بدیم که رو هم گرد بشته باشه مچش، که دکمه بست کنیم. حالا دیگه کاری به مچش نداریم. این الگو چیه؟ این الگو که میمونه دو قسمت داشت. مدل اصلیمون اگه دقت میکردی یه قسمت توری زیر داشت به عنوان آستر کار، یه دونه قسمت رو داشت که الان روشو انجام میدیم. قسمتی که تور داشت، خب میتونید دقیقا همینو کپی کنید برای قسمت تورش. حالا من اگه باشم، اگه تورم یه مقدار کش داشته باشه به خاطر اینکه کارم قشنگ تر شه و اصلا لقی روی کار نداشته باشه، چون هرچی جستر باشه قشنگ تره، همینطور که میبینید تصویرشو، این تورشو میام اینه یک مقدارم باریکترش میکنم. مثلا یک سایز، دورام آموزش دادیم سایز بندی رو، یک سایز از هر طرف کم میکنم، یک سایز کوچیکترش میکنم کل کارو که قشنگ فیت دست بشه. خب این از آسترش میره قسمت روی کار. اینو میبرم تو دولای بسته کاغذ که زمان کمتری بذارم برای عوض مال دادنش و کاراش. به هر چند تا این خط بیشتر باشه عوض مال دقیق‌تری به کارتون میده، اما چون آموزشی من حدودا 3 تا دادم بهش، اینو برمیدارم برش میدم تا تاج آسی. خب این به این صورت شد. دقت کنید در این حد میام عوضمانش میدم که کارم در حد یه دونه نیم کلاش بشه. خب بچه یه دونه رای میام برو یادتون بدم تو الگوسازی به خاطر که وقتتون گرفته نشه وسط آستین رو پیدا کنید. دقیقا وسط این زاویه میشه وسط آستین این شکل. دیگه این برای نمیخواد تنظیم کنی، اصلا این کلمش اینو میام تا میکنم بندازه رو دولای بسته کاغذ. تو اینجور آستینا زیاد پیش و پشت آستین مهم نیستش، حالا اگرم خواستید میتونید درستش کنید، ولی این کار انجام بدید که یه ذره سریعتر کارتون انجام بشه. توی قسمت تاج اگر احیانا شکستگی احساس میکنید یا بیرون زدگی، اینو خودتون
اندازش کنید. بیام این قسمت اینم میکشم. اینو برش میدم تا ببینیم قسمت فنی کارش کجای این الگو سازی میشه. یادتونه گفتم یه قسمت تاج آستین یا اون پایین اومدگی بودن در 12 سانتی متر بود. اون در 12 سانتی متر رو میام از اینجا علامت میزنم تا اینجاها رو اشل واقعی اندازه دقیقا همون 12-13 سانتی رو بزنم. به این صورت میام همون در 12 سانتی متر رو میزنم. میام تا میکنم و اینو به این شکل برش میدم. به این صورت خب میشه قسمت مچش که کیپه. بس چی به مچش. اینم که حالت اون عوضماناست یا اون پیلی هایی که میخوایی روی کار. به این صورت این الگوش میشه. حالا اگر خواستید میتونید توی این قسمتش هم پیلی دادن اصلا کاری ندارم، اما که بازه یا دوتا پیلی درست کنید براش، ولی همین حالت نیم کلوشیش به اندازه کافی ریزش داره، ریزش پیدا میکنه. این شد پس الگوشی از بغل آستین، درز داخل آستین، این هم قسمت رو. حتما یه نکته دوختی که داره این مدل، حتی این مدل اصلی هم اگر این کارو نکرده باشه شما رعایت کنید، چون ما این کارو تولیدش هم انجام میدیم. حتما این خطه رو هر جوری میخواید الگو سازی کنید این خطه ساخت باشه، چون این خطه یا قراره سپیچ بشه که باید دقت کنید دیگه رو کار، یا باید سپیچ بشه، یا اینکه قراره دولا بخوره. در هر صورت اگه صاف باشه خیلی قشنگتر ریزش پیدا میکنه و یه نمای زیبایی به ما میده. و در نهایت اینم شو الگومون و آسترش هم که بهتون یاد دادم، موچش هم که دیدید. ان شاءالله که موفق باشید.